همیهنان گرامی، بینندگان ارجمند برنامه های بنیاد آینده در تلویزیون اندیشه، درود بر شما. چند روز پیش یک انسان بسیار برجسته، آزادی خواه، به راستی سربلند از مهر ایران، پس از سالها زندانی بودن و زندان خانگی و دست و پنجه نرم کردن با یک بیماری طولانی درگذشت. عباس امیر انتظام از برجسته ترین آزادی خواهان دوره، همین دوره جمهوری اسلامی، انسانی سربلند، آزاداندیش و به راستی مردی که حاضر نشد در برابر ظلم و زور این حکومت سر تسلیم فرود آورد. یاد او به راستی گرامی بود. من در برنامه، در بخش دیگر برنامه، در برنامه یک کلمه که در دنبال برنامه امروز پخش خواهد شد، به درازا درباره این انسان بزرگ خواهم پرداخت. این رو هم بیفزایم که باز در آغاز برنامه آینده تکرار می کنم که من و همکارانم در بنیاد آینده در این بر این اندیشه هستیم که یک برنامه ویژه در بزرگ داشته این انسان برجسته بسازیم و از شما هم میهنان درخواست میکنم اگر آگاهی هایی از او دارید و یا اسنادی در دست دارید، پیکره های چاپ نشده ای در دست شماست یا حتی کلیپ های ویدیویی در اختیار دارید، این رو به همین نشانی پایین برنامه یک کلمه از gmail.com برای ما بفرستید یا حتی برای خود تلویزیون اندیشه و ما اون رو برای ساختن چنین برنامه‌ای از این کارهایی که شما اگر در دست دارید بهره خواهیم گرفت. اما بپردازیم به برنامه امروز. همون گونه که پیشتر گفتم، از هفته گذشته من بازگشتم به روال و روشی که با دوست گرامی از دست رفتم، دوست نازنینم حسین مهری، در این برنامه ها پیش می بردم و اون پرداختن برگ های از تاریخ بود. در چند هفته گذشته که کمتر به مسائل تاریخی پرداخته بودم، پرسش های بسیاری از سوی شما همیهنان گرامی رسید که به سه پرسش امروز پاسخ می دهم که در خود یک محتوای تاریخی ویژه‌ای به این برنامه خواهد داد. دو هم میهن، دو پرسش یا سه پرسش رو با من در میان نهادن که از میان اونها دو پرسش از اونجایی که به دوران رضا شاه مربوط میشود، بخش بزرگ برنامه امروز رو یا بخش اصلی برنامه امروز رو به پاسخ دادن به این دو پرسش میپردازم. پرسش دیگر که از سوی یکی از همین دو هم میهن گرامی است، از بینندگان پرپاقرص و پیگیر برنامه ها، در آغاز به اون خواهم پرداخت. نخست این است که همیهنی پرسیدند که با درود به محمد امینی، مشهور است که مؤسس دانشگاه رضا شاه است، به لحاظ تاریخی چگونه است؟ پرسش همیهن دیگر این گونه آغاز می شود: با درود و سپاس فراوان از جناب امینی به خاطر برنامه‌های بسیار آموزنده و پربار شما و تأسف فراوان از فقدان همیشه زنده یاد حسین مهری، همیشه زنده یاد حسین مهری، روانش پاک و روحش در آرامش. دو سوال داشتم که تکرار میکنم. آیا رضا شاه میتوانست به جامعه آزادی دهد و همزمان آخوندها را هم محدود کند؟ پرسش دوم ایشان این است که ضمناً از جناب امینی خواهش میکنم در مورد واقعی دختران قوچان یا فروش دختران ایرانی توضیح دهد. آیا درست است که این واقعه یکی از محرک‌های انقلاب مشروطه بود؟ از میان این سه پرسش، دو پرسش به دوران رضا شاه یا نقش رضا شاه در گشایش دانشگاه تهران و دیگری به پیوند میان دادن آزادی و محدود کردن آخوندها در دوران رضا شاه می‌پردازد که من بخش بزرگ برنامه امروز رو به اون خواهم پرداخت. اجازه بدهید که در کوتاه زمانی به این پرسش دیگر پاسخ بدهم در مورد ماجرای دختران قوچان. نخست این است که همیهن گرامی در این باره خانم
دکتر نجم آبادی کتابی با همین عنوان دختران قوچان، ماجرای دختران قوچان نوشتن که در ایران منتشر شده. کتاب ارزشمندی است و فکر می کنم این کتاب رو نخست ایشان به انگلیسی نوشتن و سپس این کتاب به فارسی برگردانده شده. به کوتاهی بگویم ماجرا این گونه است که در بهار سال 1284 خورشیدی، یک سال و اندی پیش از فرمان مشروطه، در قوچان گروهی از دختران جوان رو به ترکمان ها در اشخابات فروختند. گفته می شد که این فروش این دختران از روی ناچاری و فقر از سوی خود قوچانی ها صورت گرفته، ولی در پژوهش ها آمده است که در اون زمان آصف الدوله، حاج غلام رضا شاه سوان، نامآور به آصف الدوله، شهاب الملک که والی خراسان بوده، حاکم خراسان بوده، او هم در فروختن این دختران نقش داشته و در روزنامه های اون زمان در این باره نوشتن و مردم برانگیخته شدن. یعنی یکی از زمینه های برانگیخته شدن مردم در اون هنگام نگاه به این فقر و فلاکتی بود که در جامعه وجود می داشت و فسادی که بلند پای ترین حکومتیان رو گرفته بود و در دورانی که آصف الدوله والی خراسان بود، دختران قوچانی رو به ترکمان ها فروخته بودن. حالا جزئیات داستان رو من امروز وارد نمیشم، اما همین اندازه به شما بگویم که پس از فرمان مشروطه و پس از آغاز دوران مشروطه، یکی از نخستین کسانی که وزیر اون زمان عدلیه، هنوز دادگستری نشده بود، عدلیه شد، شازده فرمان فرمای معروف بود. یکی از نخستین کارهای او احضار همین آصف الدوله برای محاکمه بود و این آصف الدوله رو محاکمه کردن. ولی درست در هنگامی که او رو محاکمه می کردن، دولت دگرگون شد، یعنی نخست وزیر عوض شد، نخست وزیر تازه سر کار آمد و این آصف الدوله که در اون هنگام متهم شده بود به عنوان والی خراسان، حاکم خراسان پیش از فرمان مشروطه، در اینکه دست داشت در فروش دختران قوچانی به ترکمان ها، وزیر داخله شد. نیک بنگرید، انقلاب مشروطه روی داده، آصف الدوله رو محاکمه کردند به جرم فروختن دختران قوچانی. حالا درست نانادراز کار ندارم، ولی در محکمه بوده، در حال رسیدگی به پروندهش بودن و شاید هم محاکمهش انجام شده بود، جزئیات تاریخی دقیق نیست. ولی کابینه دگرگون می شود و این آصف الدوله که پیشتر حاکم و والی خراسان بوده می شود وزیر داخله، که کار وزیر داخله نظارت بر همه والیان و استانداران بوده. البته اون زمان استان نمی گفتن، ولی در واقع همین استاندار، یعنی والی خراسان. ایشان از ولایت خراسان می آید در عدلیه محاکمه می شود به جرم فروختن دختران قوچانی و سپس می شود وزیر داخله. این سرگذشت غم‌انگیز کشور ماست که حتی در دوران مشروطه آدمی مانند آصف الدوله از زیر بار اتهام رها می شود و از ولایت خراسان به وزیری عدلیه می رسه. البته از وزارت عدلیه هم رو بعدها کنار می گذارن به دلایل دیگری و هیچگاه هم تاوان این همدستی در فروش دختران قوچانی رو نمی دهد. بر این باره شاید در برنامه دیگری به درازا سخن بگویم، ولی پاسخ کوتاه من به این هم‌میهن گرامی در این است. کتابی هم و از شما میخواهم که به این کتاب نگاه کنید. و ما برویم بر سر این دو پرسش به هم پیوسته، یکی نقش رضا شاه در گشایش دانشگاه تهران، ساختن دانشگاه تهران، و دیگری این رابطه میان آزادی و محدود کردن آخوندها در اون دوران بوده که خیلی ها این رو عنوان میکنند که رضا شاه آزادی ها رو محدود کرد برای اینکه بتواند در برابر آخوندها ایستادگی کنه و اگر این کار رو نمی کرد دست آخوندها رو نمی توانست کوتاه بکنه. به این خواهم پرداخت. اما در مورد دانشگاه در این جای گفتگو نیست که
این دانشگاه تهران در دوران پادشاهی رضا شاه گشایش یافته و کلنگ بنای این دانشگاه در بهمن ماه 1313 در دوران رضا شاه زده شد و رضا شاه این دانشگاه را گشود. اما در این باره باید بگویم که شوربختا که در تاریخ ما به دلیل همین نگاه سیاسی محدودی که ما به تاریخ خودمان داریم، یعنی هر افتخاری رو در یک دوره برای کسانی محدود میکنیم و از کوشش و کار دیگران میکاهیم، همه امتیاز رو تنها به نام رضا شاه نوشتن نادرست است. تصور این است که گویا رضا شاه روزی یک بار به این اندیشه افتاده که دانشگاه تهران بسازه و دیگر هیچ کس در این زمینه نقشی نداشته. خب اینها درست نیست، اینها با تاریخ همخوانی نداره. بیان که بخواهیم از نقش رضا شاه در بنای دانشگاه تهران بکاهیم، باید جایگاه دیگران رو در این راستا برجسته کنیم و حتی جایگاه کسانی که خیلی پیش از دوران پادشاهی رضا شاه در اندیشه آموزش‌های نو در ایران بودند و کار و کوششی در این زمینه انجام دادند. و اگر ما بخواهیم تاریخ رو واقع بینانه نگاه کنیم، نمیتوانیم از جایگاه و نقش رضا شاه در این دوره بکاهیم و نمیتوانیم همه امتیاز رو تنها به نام او بنویسیم. و درست هم نیست که همه چیز رو به نام یک نفر چون در اون دوران پادشاه بوده نوشت. باید تاریخ رو واقع بینانه بررسی کرد. من خواهم کوشید در برنامه‌ای به درازا به تاریخ، شاید هفته آینده، به تاریخ گشایش دانشگاه در ایران بپردازم. اما اجازه بدهید که رشته زمینه‌های تاریخی رو در این راستا با شما در میان بگذارم. باید با شوربختی گفت که فرهنگ دانشگاهی مدرن به ایران بسیار دیر رسید. یعنی ما که این تاریخ کهن رو داریم، اگرچه ساختارهای آموزشی بزرگی رو در تاریخ خودمون داشتیم، ولی در دورانی که دوران سپس مدرنیته اروپا به شمار می آید و دانشگاه‌ها در اروپا و سپس در کشور نوبنیاد ایالات متحده آمریکا ساخته شد، نزدیک به 600 سال در این دوره 600 ساله ما از فرهنگ دانشگاهی برکنار بودیم. یعنی میراث فرهنگ دانشگاهی یا شبیه دانشگاهی ما به دوران خیلی پیشتر از این دوران مدرن میرسد. یعنی در نخستین اسنادی که در این راستا در دست داریم باز میگردد به فرهنگ سرا یا فرهنگستانی که در دوران ساسانی در شهری که اینک در مرز ایران، در مرز عراق و ترکیه واقع است، در نزدیکی جایی که سوریه، ترکیه و عراق به هم می پیوندند، در اونجا گروهی از یونانی ها، از نخبگان یونانی، فیلسوفان و دانشمندان یونانی از آتن گریخته بودند و به سوی سرزمین ایران آمده بودند و در اونجا یک مرکزی بنا شد، مرکز بسیار مهمی که این مرکز در فرهنگ ایران هم نقشی داشت. در همون دوران در جنوب ایران، در خوزستان امروز، در گندی شاپور، یک مرکز پزشکی بسیار بزرگی به وجود آمده بود که شاید نخستین دانشگاه پزشکی جهان بود، نخستین بیمارستان پزشکی جهان بود. و پس از آمدن عرب مسلمان به ایران، بسیاری از این نخبگان دانشگاه رو به بغداد بردند و آموزشگاه بزرگ بغداد رو همین ها بنا کردند در زمینه آموزش پزشکی و به تدریج این دانشگاه گندی شاپور از میان رفت. پیکره ای از ویرانه دانشگاه گندی شاپور در دست است که امیدوارم جناب کارگردان بتوانند این رو روی بله، این آن چیزی است که امروز از گندی شاپور در دست است. یعنی چیز زیادی از این بنای تاریخی به جای نمانده و من در بخشهایی از کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی، اونجایی که احمد کسروی اشاره به گندی شاپور کرده، به درازا به
این دانشگاه و نقش خانواده‌ای که در این دانشگاه کار برجسته‌ای رو انجام دادن پرداختم و امیدوارم که اگر شما این کتاب رو در دست داشته باشید به اون بپردازید. شاید در برنامه دیگری به درازا به تاریخ گندی شاپور بپردازم. در دوران پس از اسلامی ایران ما دو نمونه کار آموزشی عالی در ایران داریم. یکی مدارس نظامی است که به ابتکار خواجه نظام الملک وزیر دوره سلجوقی بنا شد و بسیار برجسته بود این کار او. در چندین شهر این مدارس رو ایجاد کرده بودند، درست کرده بودند که خب برجسته درینش در بغداد بود. و همچنین در دوران پس از اون، پس از آمدن مغولها، آمدن هولاکو، خواجه نصیرالدین طوسی توانست با پشتیبانی هولاکو خان، هولاکوی مغول، رصدخانه مراغه رو برپا کنه که کهن‌ترین رصدخانه جهان به شمار می آمد و کتابخانه ای داشت که می گفتند در اون هنگام هیچ جای جهان چنین مجموعه کتابخانه ای رو در دست نداشته. و همین خواجه نصیرالدین طوسی بسیاری از دانشمندانی که در بغداد به سر می بردند و لشکر مغول در اونجا خونریزی کرد و خلیفه رو کشت، اونها رو نجات داد و خیلی از اونها به مراغه آمدند و سر تا سر جهان در مراغه گرد آمدند و در ساختن این رصدخانه و این نیمه دانشگاه نقش داشتند. اما دانشگاه مدرن به ایران خیلی دیر رسید. اندیشه آموزش عالی در ایران یا آموزش بالا در ایران از دوران فتحعلی شاه قاجار وارد کشور ما شد، در دورانی که عباس میرزا نایب السلطنه بود و در اون دوران دورانی بود که جنگ های ایران و روس هم در گرفته بود. برای این پیکری است که از به طور رسمی از عباس میرزا گرفت نقاشی شده و در واقع چهره او رو نشان میدهد و دیگر پیکره ها از روی این پیکره ساخته شده. عباس میرزا وزیری داشت به نام قائم مقام بزرگ، پدر قائم مقام فراهانی، میرزا عیسی خان قائم مقام. او بران شد که کسانی رو، یعنی تشویق کرد عباس میرزا رو که کسانی رو به عنوان دانش آموز یا دانش برای دانش آموختن به فرنگ یا خارج بفرسته. دو نفر رو به انگلستان فرستادن. نخست فردی به نام حاجی بابا افشار، فرزند یکی از سپاهیان بلندپایه نایب السلطنه عباس میرزا که پشته شده بود، در گذشته بود، این حاجی بابای افشار رو فرستادن که برود در فرنگ پزشک بشود. در مورد این حاجی بابا هم افسانه ها زیاد ساختند، گفتن او رفته و در دانشگاه های بزرگ اروپا درس خوانده، دکتر شده، حتی می گفتن که در مهمترین دانشگاه انگلستان در رشته پزشکی درس خوانده. اینها دروغ بود و دروغ هست، چون بر پایه آگاهی هایی که ما در دست داریم هیچ کس رو با دانش اندکی که در ایران اینها یاد گرفته بودند، سواد کمتر، خواندن و نوشتن هم داشتند و انگلیسی هم وارد نبودند، به دانشگاهی راه نمیدادند تا چه برسه دانشگاه آکسفورد. بلکه این آدم ها میرفتند و رفته بود این آقا حاجی بابای افشار پزشکی تجربی نزد چند پزشک انگلیسی خوانده بود و پس از مدتی هم به ایران بازگشت و دستیار دکتر کرمیک، پزشک عباس میرزا و سرانجام پزشک محمد شاه قاجار پسر عباس میرزا شد. دستیار او بود، در واقع پزشک نبود، ولی به روی به او میگفتن پزشک طبیب. این حاجی بابای افشار ماجرای جالبی هم دارد که اجازه بدهید که من در اینجا از بخشی از یادداشتام در کتاب زندگی و زمانه احمد کسروی بخوانم. احمد کسروی در این کتاب اشاره میکنه به میرزا علی خان معین لشکر. این میرزا علی خان معین لشکر فرزند میرزا بابا افشار بوده، اما این میرزا بابا افشار نخست نامش حاجی بابا بوده و این همون کسی است که اشاره کردم. این حاجی بابا پس از اینکه موریه کتاب حاجی بابای اصفهانی رو نوشت، جیمز موریه معروف، خیلی برانگیخته شد و این نام حاجی رو از خودش برداشت و میرزا بابا افشار نامش شد. ولی این همون شخصیتی است که جیمز موریه
او رو در واقع به مسخره گرفته و از شخصیت او این کتاب میرزا بابای حاجی بابای اصفهانی رو نوشته. نفر دومی که به فرنگ رفت محمد کاظم خانی بود که فرزند نقاش باشی همین نایب السلطنه بود که رفت و درگذشت در فرنگ. پس از اون هم پنج نفر دیگر رو در همین دوران، این گروه نخست رو سال 1813 به فرنگ فرستادن، دو سال پس از اون یعنی 1815 یا 1194 خورشیدی 204 سال پیش، 203 سال پیش دومین گروه دانش آموزان رو به فرنگ فرستادن که نام‌آورترین اونها که به ایران بازگشت میرزا ساله شیرازی است که چاپخانه با خودش به ایران آورد و معروف شد به همین شخصیت بنا کننده آغاز کننده صنعت چاپ در ایران. البته چاپخانه هایی در ایران وجود می داشت، در جلفا ارمنیان چاپخانه داشتند، در تبریز هم یک چاپخانه وجود می داشت، اما این میرزا ساله نخستین چاپخانه بزرگ رو به ایران معرفی کرد و شروع به کار چاپ حتی روزنامه کرد و کاغذ اخبار در اون دوران سپس بیرون آمد. اما نخستین کوشش جدی رو باید برای دستیابی به آموزش بالا و مدرن در ایران به پای امیر کبیر نوشت، یعنی امتیاز رو واقعا باید به نام امیر کبیر در تاریخ ثبت کرد. امیر کبیر هنگامی که نخست وزیر بود یا صدر اعظم بود، هنوز نخست وزیری نیامده بود در ایران، چون نخست وزیری عنوان پس از مشروطه است، ولی در واقع هم ردیف نخست وزیر صدر اعظم ناصرالدین شاه بود. پس از سفری به روسیه بران شد که به سبک مدرسه های عالی اروپایی که در روسیه اونها رو دیده بود یک مدرسه در ایران بسازد. نامی هم بر اون انتخاب نکرده بود. در نامه هایی که از او یا یادداشت هایی که از او باقی مونده مدرسه نظام در آغاز نام او رو گذاشته بودند، مدرسه علوم. سرانجام هم کسانی که به فرنگ رفته بودند، به خارج رفته بودند و با دانشگاه های اروپایی آشنا بودند، چون با واژه پلی‌تکنیک هم در زبان فرانسه هم در زبان انگلیسی آشنا شده بودند، این واژه پلی‌تکنیک رو به عربی برگرداندند و دارالفنون کردند. البته فن به گفته بسیاری یک واژه فارسی است و فنون یک جمع نادرسته این واژه فارسی است، اما من اینجا وارد این موضوع زبانی نمیشم، موضوع واژه‌ای نمیشم، ولی بر روی دارالفنون کاری بود به ابتکار امیر کبیر. شوربختا که امیر کبیر گشایش دارالفنون رو ندید، اگرچه امتیاز دارالفنون رو امیر کبیر بود که از ناصرالدین شاه گرفت، ولی هنگامی که نخستین گروه استادان وارد ایران شد، امیر کبیر دیگر از کار برکنار شده بود و در اسنادی که امروز ما در دست داریم، خیلی جالب است، در این اسناد استادان اتریشی که وارد ایران شدند، یکی از این استادان اتریشی، جز بدید نام اون رو هم اشاره کنم، در واقع سرپرست استادان اتریشی یاکوب ادوارد پولاک، سرگذشت پذیرایی سرد خودش رو نوشته و میگوید که ما رو کسی به استقبال ما نیامد و بعد فهمیدیم که کسی که از ما دعوت کرده یا کسی که پایه‌گذار دعوت از ما بوده دیگه برکنار شده. غم‌انگیز هست که دارالفنون، البته خود ناصرالدین شاه بسیار شادمان بود از گشودن دارالفنون. دارالفنون در روز یک شنبه ششم دی ماه 1230 خورشیدی، الان میتوان گفت نزدیک به 167 سال پیش، در 1230 خورشیدی، درست 13 روز پیش از کشتن امیر کبیر، در حضور ناصرالدین شاه گشایش یافت. 30 نفر هم شاگرد داشت. این نخستین مدرسه عالی در ایران بود. کاری که سالیانی پس از اون
رشدیه کرد، یعنی گشایش دبستان، و این نخستین مدرسه آموزش عالی در ایران به شمار می آمد. شاید بتوان گفت که بیشتر به یک دبیرستان برجسته نزدیک بود، ولی بر روی چون در اونجا رشته های گوناگون رو درس می دادند یا کوشش در آموزش رشته های گوناگون انجام می شد و به نام دارالفنون شهرت پیدا کرده بود، پیکره از دارالفنون رو هم داریم کارگردان، بله این سردر دارالفنون هست و یک پیکره دیگری هم، بله این نشان می دهد که این ساختمانی است که دارالفنون در اونجا ساخته شد، گشایش یافت و نخستین رئیس دارالفنون می باشید. دارالفنون به راستی باید گفت پس از امیرکبیر سومین رئیس دارالفنون که عموی ناصرالدین شاه بود، علی قلی میرزا، اعتزاد السلطنه. پیکره از این رو هم من برای کارگردان فرستادم. پیکره او در سن بالاست، علی قلی خانه، علی قلی میرزا، اعتزاد السلطنه. فکر کنم که کارگردان گرامی این پیکره رو داشته باشن. نه این علی قلی خان نیست، این نخستین این میرزا شیرازی نخستین رئیس دارالفنون هست. پیکره دیگری رو برای شما، بله این پیکره علی قلی میرزا اعتزاد السلطنه در کهنسالی است. او 22 سال سرپرست، 22 سال وزیر علوم ایران بود، یعنی نخستین وزیر علوم ایران که بعدها باید گفت همین وزارت علوم بود که موضوع گشایش دبیرستان دانشگاه هم در ایران در اونجا مطرح شد. او نخستین وزیر علوم و سومین رئیس دارالفنون بود و دارالفنون به راستی به این آدم وامدار هست. 54مین پسر فتحعلی شاه و عموی ناصرالدین شاه بود. دارالفنون در سال 1224 خورشیدی گشایش یافت و البته در همون زمان، در همون زمان نه اندکی پس از اون، در سال 1257 خورشیدی در ارومیه نخستین مدرسه پزشکی ایران، مدرسه پزشکی آمریکایی به وجود آمده بود که این رو میسیونرهای مسیحی داره میکردن، پزشکان مسیحی آمریکایی و آدم های بسیار بسیار ارجداری بودند، بسیاری آدم هایی بودند که برجسته بودند و بیشتر اونها در ایران درگذشتند و در همان ارومیه به خاک سپرده شدند و گویا امروز آنچه که از اون دانشگاه، از اون مدرسه باقی مانده بخشی از دانشگاه پزشکی ارومیه است. اما اندیشه دانشگاه از کجا به وجود آمد و تا کجا باید گفت که رضا شاه در این زمینه نقش داشت و چه کارهایی در این راستا انجام گرفت؟ پیش از گشایش دانشگاه در همون دهه آغاز دوره پادشاهی رضا شاه مدرسه‌ای در ایران گشایش پیدا کرد که اگرچه بعدها به دبیرستان البرز معروف شد ولی بنا بود کالج باشه و کالج آمریکایی هم نام گرفته بود. خود من هم درس خوانده دبیرستان البرز هستم. این کالج آمریکایی که جردن پایه‌گذار اون بود به نام کالج آمریکایی جردن شناخته شده بود و این کالج پیش از پیدایش دانشگاه تهران بود. اما اندیشه ساختن دانشگاه به سبک اروپایی، نخستین سندی که ما در دست داریم در گفتگوهای به چاپ رسیده، به ثبت رسیده درون مجلس است. یعنی در دوره ششم مجلس شورای ملی که در دوران پادشاهی رضا شاه است، سندی در دست داریم که برای نخستین بار از اونیورسیته، هنوزم نام دانشگاه رو برام نگذاشته بودند، از این اونیورسیته یاد می شود. این که میگویم برای نخستین بار، اجازه بدهید که اندکی به تاریخ پیش از اون برگردم. در مجلس چهارم، مجلس پنجم، پوزش بخوام، در مجلس پنجم مشروطه بود که در سال 1304
ماده واحده‌ای به تصویب رسید که به پایان دولت قاجار انجامید و سپس مجلس مؤسسان برگزار شد و در مجلس مؤسسان پادشاهی از دولت قاجار، از خانواده قاجار به خانواده پهلوی منتقل شد و رضا شاه در همون سال تاجگذاری کرد و پادشاه ایران شد. مجلس ششم از سال 1105 تشکیل شد. در نخستین سندی که در اون اشاره به دانشگاه رفته و هیچ سند دیگری در این زمینه نیست و کسانی اگر میخواهند این رو نشان بدن که درست نیست باید سند نشون بدن که مثلا رضا شاه یا پیرامون نانان پیش از اینکه به پادشاهی برسند در فکر ساختن دانشگاه بودند. یکی از نمایندگان مجلس، نماینده تونکابون و ساری، دکتر اسماعیل خان سنگ که او در سال 1000 در مجلس ششم نماینده از تونکابون و ساری شده بود و شش دوره دیگر هم نماینده مجلس باقی ماند، در متن مذاکرات مجلس ششم سندی هست که نشان میدهد که دکتر سنگ در گفتگو با رئیس مجلس تدین فکر ساختن یک اونیورسیته رو به او پیشنهاد کرده و سپس تدین بر پایه این فکر دکتر سنگ نامه‌ای به وزیر علوم اون زمان نوشته و در اون نامه همین واژه اونیورسیته رو به کار برده و از نیاز به داشتن یک جای بزرگ سخن به میان آورده و به این ترتیب موضوع ساختن اونیورسیته یا دانشگاه که پیشتر هم شاید در میان نخبگان ایرانی وجود می داشته به طور رسمی مورد گفتگو قرار می گیرد و نخستین کوشش در این زمینه به طور رسمی که نام رضا شاه رو در میان می آورد کاری است که در دوره وزیری دربار تیمورتاش، در دوران پایانی وزیری دربار تیمورتاش در سال 1310 روی داده که در اون هنگام تیمورتاش با پشتیبانی رضا شاه دکتر عیسی صدیق و صدیق علم رو راهی ایالات متحده آمریکا میکنه تا او آشنا بشود با موضوع گشایش دانشگاه و اون فکر رو در واقع بر پایه آنچه که به پیشنهاد تیمورتاش با پشتیبانی رضا شاه آنچه که دیده بوده به ایران میآورد و پیشنهادی رو در برابر وزیر معارف قرار میدهد که اون موقع ما به عنوان جایی که بعدها وزیر آموزش و پرورش و چیزهایی از این دست شکل گرفت یا وزیر فرهنگ، وزیر معارف داشتیم و یک شخصیت بسیار برجسته و شاید کمتر شناخته شده در تاریخ ایران، یعنی علی اصغر حکمت شیرازی، یکی از پایه‌گذاران بسیاری از کارهای اصلاح طلبانه دوران رضا شاه، او در واقع وزیر معارف در این هنگام بود. بله، این پیکره از علی اصغر حکمت است. یادمانده ای هم از او به چاپ رسیده، انسان بسیار بسیار برجسته ای در تاریخ مدرن ایران به شمار می آورد و یکی از خیشاوندانش آقای بیژن حکمت هست که اینک در پاریس زندگی می کنه و از دوستان من هم به شمار می آید. آقای علی اصغر حکمت کفیل وزارت معارف در اون هنگام بوده، این دکتر عیسی صدیق علم این فکر رو در واقع مقابل اون قرار میده. اجازه بدید بازگردم به این نکته، یادم رفت بگم که این دکتر اسماعیل سنگ پزشک هم بوده، 10 سال در سوئیس درس پزشکی خوانده بود، مدتی هم در ایران کار پزشکی میکرد و سپس وارد سیاست شد، وکیل مجلس شد و در سیاست هم باقی ماند. به طور کلی علی اصغر حکمت این پیشنهاد صدیق علم رو میپذیره و گفتگو بر سر گشایش دانشگاه آغاز میشه. کسانی نامهای دیگران رو هم برای میان میآورند، مانند دکتر محمود حسابی که برخی کتمان میکنند، میگویند نه، محمود حسابی در این زمینه نقش زیادی نداشته. خوشبختانه سندی در دست ماست، سند بسیار بسیار مهمی. این سند در سال سوم شماره اول مجله خاطرات وحید به چاپ رسیده، به خامه خود حکمت
درباره شرح بنای دانشگاه تهران. اجازه بدهید که من در اینجا موضوع گشایش دانشگاه رو دیگه به پایان برسانم و هفته آینده همه برنامه رو به موضوع گشایش دانشگاه تهران و جزئیات اون از لابلای یادمانده های حسابی فرزند او، گفتگوی فرزند او با چند نفر و همچنین خاطرات حکمت از لابلای همه اینها چگونگی گشایش دانشگاه تهران رو برای شما بیشتر روشن کنم. اما درست است که فکر دانشگاه از بیرون پیرامونیان رضا شاه آغاز شده، سرانجام رضا شاه و تیمورتاش این رو پذیرفتند و سپس باز به ابتکار آدم هایی مانند حکمت، عیسی صدیق و دیگران دانشگاه تهران گشایش یافته و فکر ساختن این هم باید اشاره کنم در اینجا نقش رضا شاه بسیار مهمه، چون دو منطقه رو در نظر گرفته بودن برای ساختن دانشگاه و هفته آینده به درازا به این خواهم پرداخت. داور در اون هنگام وزیر مالیه بوده و اصرار داشتن که کسانی که نزدیک به او بودن که این ساختمان دانشگاه رو در بهجت آباد بسازند، چون عده‌ای زمین‌های اونجا رو خریده بودن، آگاه بودن و می‌خواستن با ساختن دانشگاه در اون زمین‌ها به پولی برسند. خود داور هم گویا در این زمینه دستی داشته. در جلسه هیئت وزیران بوده که شخص رضا شاه دستور می‌دهد موضوع گشودن دانشگاه رو در بهجت آباد پایان میده و دستور میده دانشگاه در جایی که اینک دانشگاه تهران است در اونجا ساخته بشود و به این ترتیب اونهایی که دنبال این بودن که از راه فروش زمینهایی که در دست داشتن برای ساختن دانشگاه به پولی برسند از این راه به پولی نمیرسند. حالا تا چه اندازه رضا شاه به این موضوع آگاهی داشته نمیدانیم، ولی به هر روی دانشگاه تهران اینکه چگونه در اونجا ساخته شد و این رو حکمت به درازا در یادمانده خودش اشاره کرده، من هفته آینده به اون خواهم پرداخت. اما در این زمان بازمانده اجازه بدهید که باز به دوران رضا شاه بازگردیم و به پرسش دومی که یکی از همیهنان از من کردند به اون بپردازم. بسیار هم مهم است، چون در این دورانی که ما با یک حکومت دینی روبرو هستیم و آخوندها بر جامعه ما چیره هستند، پاسخ به این پرسش بسیار بسیار ارزشمند و مهم است. آیا رضا شاه می توانست به جامعه آزادی دهد و همزمان آخوندها را محدود کند؟ این فکر در میان بسیاری از ایرانیان پایه داره. بنیادش در این هست که برای ساختن جامعه سکولار در اون هنگام رضا شاه چاره‌ای جز این نمی داشته که آزادی ها را محدود کنه و با قاطعیت و از بالا از رای خودکامگی با خیرخواهانه با محدود کردن قدرت آخوندها به ساختن یک جامعه مدرن بپردازه. نخست باید دید که آخوندها در چه زمینه هایی در دوران رضا شاه محدود شدن و آیا تنها این موضوع مربوط به دوران رضا شاه است یا رضا شاه در واقع کاری رو که مشروطه آغاز کرده بود شتابان کرد؟ و به راستی هم باید گفت چنین است. محدود کردن قدرت آخوندها در ایران یکی از پیامدهای انقلاب مشروطه است، ولی این کار رو رضا شاه باید گفت که شتابان کرد در ایران. در چه زمینه‌هایی؟ پیدایش عدلیه مدرن دست آخوندها رو بر ساختارهای فرمانروایی یا ساختارهای قضایی ایران بسیار محدود کرد، اگرچه بسیاری از آخوندی خوانده بودند، ولی به ناچار با پروژه‌ای که داور با پشتیبانی رضا شاه پیش آورد رخت دینی رو کنار نهادند و با رخت مدرن وارد کار دانشگاهیش وارد کار قضایی شدند. ساختار دادگستری ایران که پیشتر عدلیه نام داشت و سرانجام در سال 1819 نامش به دادگستری تبدیل شد، این ساختار دوران پس از مشروطه است و کسی که در این زمینه شاید نقش بسیار برجسته‌ای داشته پیش از داور زنده‌یاد مشیرالدوله است. مشیرالدوله در واقع کسی است که نخستین قوانین مربوط به محاکمات و ساختن عدلیه نو رو او در واقع در مجلس تنظیم کرد و سپس داور این کار رو ادامه داد. بنابراین در زمینه ساختن عدلیه یکی از
به کارهای بسیار درخشانی که در اون هنگام صورت گرفت و محدود کرد نفوذ گسترده آخوندها را در به ویژه در شهرهای دیگر به جز تهران همین کار بود. کارهای دیگری هم در این زمینه انجام شد، گسترش آموزش نو که پیشتر آغاز شده بود در هنگامی که رضاخان هنوز به شاهی نرسیده بود، فقط رئیس قوای نظامی ایران بود. در سال 1300 شمار دانشگاه دبیرستان ها در دبستان و دبیرستان ها در تهران زیاد شده بود و تعداد زیادی دانش آموز در دبستان ها و اندکی دبیرستان ها حتی دبستان های دخترانه درس میخوندن و این کار شتابان شد در دوره رضا شاه و این کمک کرد، یاری رساند روی هم رفته، نه به کاهش نفوذ آخوندها ولی گسترش اندیشه های مدر. در زمینه های دیگر هم محدود کردن شمار مسجدهایی که می توانستند عزاداری برگزار کنند، کوتاه کردن ساعت برنامه های عزاداری، اینها بیشتر در دوران فروغی انجام شد، در دوران وزیری فروغی انجام شد. موقوفات رو، دست بسیاری از آخوندها رو از موقوفات کوتاه کردند، البته دست دولتیان رو به این موقوفات اضافه کردند، افزودند، گشودند. دانشگاه معقول و منقول یا دانشکده معقول و منقول کار آموزش دینی رو دولتی کرد، ولی یکی از مهمترین کارهایی که در این زمینه انجام شد از همان دورانی که موضوع تغییر لباس مطرح شده بود در این بود که پوشیدن رخت دینی رو محدود کردند. یعنی هر کسی نمیتوانست دیگه عمامه بر سر بگذاره. کسانی که درس دینی میخواندن باید جواز میداشتند، یعنی باید از سوی یک آخوندی سند میداشتند که اینها به راستی طلبه هستند، وگرنه نمیتوانستند با این رخت در همه جا حاضر بشن. نفوذ این رخت رو در جامعه ایران در دوران رضا شاه کاهش دادن و این کار بسیار بسیار نیکی بود. اما پیوند این موضوع با آزادی چیست؟ سکولاریزم بدون گسترش آزادی نهادینه نمی شود. یعنی جدا ساختن دین و دولت تنها نمی تواند از بالا با دستور صورت بگیره. شما نگاه کنید در بیشتر کشورهایی که از بالا به قدرت دولت جامعه سکولاریزه شد، دین به جامعه با قدرت بازگشت. یه نمونه برجسته اون در همین کشوری مانند عراق است. بر عراق از زمانی که حزب بعث عراق، حزب سوسیالیستی بعث عراق به وجود آمد و دولت‌های بعثی در عراق کشور رو سکولار کردن با خودکامگی، دست آخوندها بسیار محدود شد. در زمینه سیاسی اصلا قدرت مداخله در دوران صدام و پیشینیان او نداشتن، ولی نگاه کنید که با چه قدرتی مذهب به عراق بازگشت پس از اینکه صدام سقوط کرد. در خود ایران از بالا دولت محدود میکرد نفوذ ساختارهای دینی رو در حوزه‌های سیاسی. یک نمونه برجسته دیگر رو ما در ترکیه میبینیم. ترکیه از این جهت بسیار بهتر از دیگر کشورها عمل کرد، یعنی تا حدودی آزادی‌های سیاسی در ترکیه، آزادی های فرهنگی در ترکیه تا پیش از اینکه این آقای اردوغان به جان این آزادی ها بیفتد، همزمان با محدود کردن نفوذ روحانیان در ساختارهای سیاسی و اجتماعی، اندیشه های سکولار و لایک رو در جامعه گسترش داده بود و هنوز هم این اندیشه ها در برابر کوشش آقای اردوغان برای بازگشت به اون دوران گذشته مقاومت میکنن. اما در کشورهایی که آزادی های فرهنگی و آزادی های سیاسی تا حدودی محدود بوده، این که میگویم محدود بوده یعنی خرد پرسشگر که روشن فکر باید در پشت اون باشه، نخبگان اندیشمند جامعه باید در پشت اون باشن، محدود بوده. روزنامه ها محدود بودن، کسانی مانند حتی احمد کسروی نمیتوانستن آزادانه اندیشه های انتقادی خودشون رو به دین یا به خرافات گسترش بدهند، نشر بدهند و محدود بودند در این زمینه. ما با این واقعیت روبرو هستیم که هنگامی که خودکامگی
ناتوان می شود، مانند پایان دوره رضاشاه، دین با صلابت و قدرت به سپهر سیاسی دوباره باز می گرده. بنابراین در پاسخ به پرسش این هم میهن، باید بگویم بزرگترین خرده‌ای که در این زمینه به دوران رضاشاه می توان گرفت در این است که همزمان با این کوشش های اصلاحی در جامعه، همزمان با محدود کردن نفوذ آخوندها در زمینه هایی که اشاره کردم، دست روشنفکران و اندیشمندان جامعه رو برای گسترش اندیشه های نو باز نگذاشتند و هر کسی هم که می اندیشید و کوشش می کرد سخنی در این زمینه به میان بیاورد، یا به عنوان مخالف دولت یا به عنوان چپ مانند گروه ایرانی، به زندان افکنده می شد یا از زندگی محروم می شد یا در به در می شد. و این بزرگترین گرفتاری ماندگار ماندن نهادینه شدن سکولاریسم در ایران بوده. سکولاریسم با خودکامگی نمیتواند پای بر جا بماند. سکولاریسم با خودکامگی نمیتواند توانا بشود. میتوان برای دورانی جامعه رو سکولاریزه کرد یا جدای دین و دولت رو از بالا حفظ کرد. در ترکیه ارتش پاسدار چنین کاری بود. در ایران خودکامگی دولتی پاسدار این جدای دین دولت بود. و هنگامی که شما در ترکیه ارتش رو ناتوان میکنید و در ایران خودکامگی ناتوان میشود و خودکامگی دینی به جای آن مینشیند، تمام دستاوردهای دوران سکولار جامعه هم برباد میرود. سکولاریسم هنگامی میتواند ماندگار باشد، نهادینه شود و از میان نرود که این سکولاریسم با آزادی، با دموکراسی، با آزادی اندیشه هم همراه باشد. ما بتوانیم این درخت کاشته شده سکولاریسم رو، این اندیشه های سکولار رو با آزادی گسترش بدهیم و در میان مردم توانا کنیم، به آموزش مردم در این زمینه بپردازیم. بنابراین در پاسخ به این هم میهن گرامی باید گفت که نه، چنین نیست. محدود کردن قدرت آخوندها در اون دوران باید با آزادی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی همراه میشد و چنین نشد و ما زیان دیدیم در اون دوران. و به همین دلیل هم پس از شهریور 20 که جامعه بازتر شد، دین با قدرت و صلابت به سپهر سیاست بازگشت و یکی از نخستین قربانیان آن زنده یاد احمد کسروی بود. تا هفته آینده، روز روزگار و شما خوش بود.